از تصمیم سازمان ملل متحد درباره کارشیوه ابطال آرا تا نگرانی دستهای انتخاباتی. پس از اینکه دو نامزد ریاست جمهوری درباره کارشیوه ابطال آرا نتوانستند به توافق دست یابند، سازمان ملل متحد امروز کارشیوه را برای ابطال آرا به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد. ما از کمیسیون محترم تقاضا داریم که هر چیز زودتر در این مورد یک تصمیم گرفته شود، به خاطر که وقت کم است تا بخش دوم تفتیش آرا، که بخش اولش هم قسمت بود که شما متلستین 16 چک لیست داشت، بخش دوم ازی در رابطه با او صندوق هایی است که مشکوک می باشه و باید است که تصمیم سرش گرفته شود. در او رابطه است، باید در چیز زودتر تصمیم گرفته شود، کار جریان پیدا کنه. دسته انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله خان عملی شدن این کارشیوه است، اما با رعایت چند نکته. پیشنهادهایشان باید شامل این کارشیوه شود و نقش کلیدی را در این راستا سازمان ملل داشته باشد، نه کمیسیون مستقل انتخابات. متن نهایی این کارشیوه شب گذشته توسط معاون سازمان ملل متحد به دکتر صاحب عبدالله تقدیم شد. دکتر صاحب ملاحظات جزئی داشتند که درج کردند و این متن پس فرستاده شد. امیدوار هستیم که این متن امروز از طرف سازمان ملل متحد نهایی شود و بر اساس او کار ابطال آرای سیاه آغاز شود. ستاد آقای اشرف غنی احمدزی میگوید که هرچند در باره کارشیوه ابطال آرا اختلاف نظر وجود دارد، اما کمیسیون باید بر بنیاد قانون عمل کند و این دسته بعد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات حرمت میگذارد. تفاوت های وجود دارد، دیدگاه ها فرق میکنه مندار و این کدام مشکل بزرگ نیست که تفاوت وجود داشته باشه، اما در این زمان یونما هم طرح را پیشکش کرده و بالاخره تمام این طرح ها و تفاوت های نظر کمیسیون مستقل انتخابات که وظیفه اصلیشان است میبینه میگیره و به اساس قوانین که خودشان دارن، لوایحی که خودشان دارن و فهمی که از قوانین لوایحی خود دارن تصمیم نهایی را اونها خود گرفتن و بو احترام خود کردیم. با کارشیوهی که سازمان ملل متحد برای ابطال آرا برای کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده است، چالش های بازرسی آرا حل خواهد شد؟ در برنامه امشب انتخابات 93 بررسی میگیره. سلام و وقت بخیر. به برنامه انتخابات 93 با من امید فاروق خوش آمدید. مهمان ما آقای سری رحمت برمک، یکی از کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات هستند. بسیار خوش آمدید. با این پرسش آغاز میکنیم که کارشیوه سازمان ملل متحد به خاطر ابطال آرا بر کمیسیون رسید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و سلام بر ملت افغانستان و بینندگان تلویزیون طلوع نیوز. خب امروز ما پیشین درزالعمل را که ملل متحد درزالعمل پیشنهادی را کنا داشتن و کمیسیون مستقل انتخابات را کردن و ما بعد از دو سه ساعت بحثی که بالای درزالعمل داشتیم، نظر ما ای بود که چون توافق ستاد محترم دکتر صاحب عبدالله عبدالله را گرفته بودن و اونا تلاش داشتن که توافق طرف دکتر صاحب اشرف غنی را هم داشته باشن، دیگه ما امروز هم فرصت دادیم برای ملل متحد که اونا نظر از اونا را بگیرن و اما بالاخره نظریات شون دمی یک پیشنهاد را که اونا دارن یک پیشنهاد تدوین بکنن، باز بر ما بفرستن، باز کمیسیون والا از تصمیم خود گرفت. حالا شما منتظر ماندین تایی که خب سازمان ملل توافق دو طرف را حاصل کنه؟ دقیقا. حالا چطور امیدوار هستین آقای برمک در طول چند روز که اینا گفتگو داشتن، یعنی دو ستاد بالای امین میارهای کارشیوه ابطال آرا نتانستن به توافق برسن، شما یک بار دیگه مهلت میدین؟ خب روزی را که اصلا خب وقت کار از امو زمانی که روی توافق نامی تکنیکی که بین دو رهبری دو ستاد محترم به شکل سیاسی و تکنیکیش صورت گرفت با پادرمیانی ملل متحد و ایالات متحده آمریکا، از آن روز التیماتوم آغاز کار تفتیش شروع شده بود که اونا 24 ساعت فرصت داده بودن برای که بر کمیسیون ها که کمیسیون کار خود آغاز بکنه، که بعد از اینکه ما مذاکرات را با ملل متحد داشتیم و نظر به مو برنامه ریزی را که ما وقتی را به برنامه ریزی ضرورت داشتیم، ما گفتیم که 24 ساعت بر کفایت نمیکنه، به خاطر از اینکه
آپریشن یا عملیات تفتیش خودش یک مرحله نواست و تا زمانی که ما گفتیم پلان عملیاتی خود تکمیل نکنیم ما کار تفتیش آغاز نمیکنیم. اما در جریان امی وقتی که ما سر پلانای عملیاتی گم میزنیم امی طرز عمل تفتیش هم جز پلانای بود که ما باید برای 100% تفتیش آرا که وقت توافق صورت گرفته بود ما باید رایار میکردیم و مطابق همون چکلیستی که در توافق نامه اونا موافقه کرده بودن ما باید بر از او هم یک طرز عمل جداگانه باید برش میداشتیم. بحثی را که من مطرح کردم این بود که روی کارشیوه ابطال آراست میارها باید تعیین میشد. اینا چندین روز گفتگو کردن، ما بحث هایی هم در این رابطه اینجا داشتیم، نتونستن به توافق برسن و امروز بدون توافق هر دو کمیسیون با معذرت سازمان ملل این کارشیوه را به شما فرستاد. من میخواستم کمی تو بهمش شکل پیش بیام اگر مشخصتر حرف بزنیم بهتر. خب دختری که مردم در مجموع در جریان قرار بگیرن که کار از کجا آغاز شده، حالا بعضی ملامتی ها را بالای کمیسیون بازم وارد میکنن که او ملامتی ها درست نیست، که آیا بخاطر سوال ها بیشتر مطرح میشه که کمیسیون کنکاری کرده، کمیسیون کمکاری کرده. بالاخره توافقنامه‌ای که صورت گرفت دوباره بان هم اینا به کمیسیون مراجعه کردن و کمیسیون یک نهاد قانونی است که باید رسیدگی میکرد بر تمام این همی موارد. بالاخره به 100% توافق تفتیشی را که صورت گرفته بود، تفتیش سردستدی را که اونا توافق کردن، باید ما برش رسیدگی میکردیم. به مفهوم از یک اعتماد شد، اعتبار بالای کمیسیون دوباره صورت گرفت از طرف کاندیدا، البته از طرف یک کاندید. اما در مجموع ما خواست ما این بود که باید این طرز عمل پیش از اینکه ما کار تفتیش آغاز بکنیم اجازه بدیم. حالا امین جا تفتیش از چه اعتبار شما حرف میزنین؟ امروز در مورد کارشیوه هم ستاد انتخاباتی آقای عبدالله میگن که نقش کلیدی را سازمان ملل داشته باشن، نه شما، چون اعتماد ندارن بالاش. خب من فکر میکنم که همین بی اعتباری ها بالاخره باز منجر به این میشه که ما نتانیم کار خدا به شکل منظمش پیش ببریم. اما در آغاز چطور گفتین که خب زمانی که توافق روی بازرسی 100% آرا شد دوباره اعتماد کردن؟ دقیقاً البته که نشد اعتماد. نه نه، من اینو به خاطر از میگم که چون بی اعتمادی ها باید صورت نگیره و ستادهای محترم حالا وارد پروسه شدن، روی هر دلیل یا هر برنامه‌ای که بود امروز هر دو ستاد محترم داخل روند هستن. وقتی که اونا داخل روند هستن، آمدن با کمیسیون عملا در کار هستن، من فکر میکنم که این بی‌اعتمادی ها دیگه جاری نمیگیره، به دلیل از اینکه امروز ناظرشان، امروز بالاخره تیمای تخنیکیشان عملا در چارچوب کمیسیون، در داخل کمیسیون اینا حضور دارن. حضورشان بی‌اعتمادی را کاش میدن. چرا میگن بی‌اعتمادی ها جایی را نمیگیره؟ به خاطر از اینکه باید اونا خوشبین باشن، به دلیل از اینکه ما قانون داریم، طرز عمل داریم، بالاخره لوایح داریم، مطابق اون لوایح ما اجرات خود کار خود پیش میبریم و اجرات ما به اساس لوایح طرز عمل ما صورت میگیره. در عین زمان ناظرین خودشان در جریان کار با ما گام به گام پیش میرن. ولی اگر ابطال آرا به اساس طرز عمل ها یا کارشیوه شما صورت میگرفت، چرا منتظر کارشیوه سازمان ملل و توافق دو طرف؟ خب خوب است که یک سوال بسیار خوب شما اشاره کردین. ببینین وقتی که ما طرز عمل داشتیم با 11 معیار مشخص، این 11 به 16 تبدیل شد. حالا ما با این 11 معیار ما شرایط ابطال داریم و داشتیم. 11 معیار برای ابطال آرا، بله. کارشیوه کمیسیون مستقل انتخابات، بله. بله. در کجا؟ در داخل کمیسیون. بالاخره حالا پنج اندیکیتر، پنج شاخصه دیگه اضافه شده. ما ضرورت داشتیم که ستادهای محترم بر پنج شاخصه دیگه اونا بر ما بگن، توافق خودانه بگن، که با وجودی که ما بر رو پنج شاخصه دیگه ما چی داشتیم، طرز عمل از گذشته در چارچوب کمیسیون وجود داشت، اما ما خواستیم که اینا موافقت خود بر ما در همین پنج مورد ابراز کنند. میخوام یک نکته را بگوین آقای برمک. شما گفتین که طرز عمل یا کارشیا بر ابطال آرا دارین که 11 مورد است، دقیق؟ ما 11 مورد شاخصه مورد داریم، بله. شاخصه ما 11 مورد، 4 مورد بر از او 11 مورد، 4 موردی است که سازمان ملل. نه خیر، نه، ببینید ما چکلیست داریم، بله. چکلیست ما 11 شاخصه داره. برای 11 شاخصه ما 4 مورد باطل داریم، ابطال داریم. این پروسیجر ابطالش 4 مورد است.
که ما در جریان راوند دوم وقتی که ما 11 مورد وقتی به سوالات جواب داده میشد 4 موردش بسیار جدی بود برای ما. حالا به این 11 مورد مشخص بسازین که 11 مورد جمع 4 مورد بازرسی آرا یا میار برای ابطال آرا. اجازه بدین که معذرت تکنیکی میره براتون تشریح کنم. ببینید یکی چک لیست است که در او شاخص ها مشخص است. او شاخص ها بر خود یک آوتپوت داره که همین طرز العمل است که ما باید بر از او بر هر سوال باید یک طرز العمل مشخص داشته باشیم که جواب بده بر از او. حالا ما بر چک لیست قبلی خود 4 مورد داشتیم که 4 سوالش بسیار جدی بود، بر 4 سوال از او ما 4 مورد ابطال داشتیم. حالا شده 16 از او 11 16 شده. ما تلاش کردیم ملل متحد گفتیم که حالا این 5 مورد اضافه شده، شما به این 5 مورد جدی یا سوال جدی را که شما در این چارچوب حقوقی همین تکنیکی را که شما فعلا توافق صورت گرفته بین دکان دود برای ما میخوایم طرز العمل برای داشته باشیم. دمی جریان آیا کمیسیون پیش از این برای ابطال آرا کارشیوا نداشت؟ ما داشتیم. چند مورد؟ و بیشتر اشاره کردم که ما 11 مورد 11 من دقیقاً همین را می‌خواستم بدانم. زمانی که به سایت شما مراجعه کردیم لایه شمارش آرا وجود داره، در ماده ششمش که بالاش نوشته است مطابق اوراق رایدهی، اینجا نوشته است اوراق رایدهی غیر معتبر، یعنی همین معیارهای شما برای ابطال آراست که جا دادنش برای در لایه شمارش آرا. اینجا 1 2 3 4 5 6 مورد است، شما میگین 11 مورد. باز شما ببینین، از من بیشتر اشاره کردم که یکی شاخصه هست یکی آوتپوت است، یعنی یک سوال است، ساده برتون میگم یکی جواب است. نه سوال برمان. کردیم به طور مثال سوال صورت گرفته که سر صندوق باز است، قفلایش درست است، درست؟ حالا اینمی سوال اگر از بود تفتیش برای کمیسیون جدی باشه، به طور مثال براتون میتم، ما باید برای جواب ارائه بکنیم. به طور مثال در چک لیست است که چند قفل باز است، ما تعیین میکنیم میار یا قیمت برش تعیین میکنیم، اگر 3 قفلش باز بود 2 قفلش بسته بود. من میخوام در مورد طرز عملتان پاسخ بدین که اینا برای چی است. طرز العمل که شما دارین طرز العمل عمومی است که اگر ای از راوند دوم شما از راوند اول باشه، ما شما عنوانش رو بخونین که شمارش آرا نیست اینجا. اونجا ما بر ابطال آرا مشخص یک طرز العمل مشخص داریم. خب همین لایه شمارش آراست و در ماده ششم شما طرز العمل بر ابطال آرا، شما اگه 11 مورد اینجا من بیشتر حساب کردم که در حدود 6 مورد است. یکی ما لایحه داریم، یکی طرز العمل داریم، یکی راهنمود داریم. لایحه که از این چی است؟ خب حالا شما بر ابطال آرا میگین دیگه، اجازه بدین. نه شما اینجا جواب بدین چون شما در کمیسیون کار ما برات جواب میدم. من بیشتر این لایحه است یا طرز العمل؟ حالا که شما گفتین لایحه است، خب لایحه با طرز العمل فرق میکنه. نه من نگفتم لایحه است، این را گفتم شما بگین که چی است. خب او در دسترس شما بگین که این تنها در دسترس من نیست، این در روی سایت کمیسیون شماست و شما کمیشنر هستین. خب بخونین که عنوانش چی است. لایحه شمارش آرا. دقیقاً. بله. وقتی که ما ببینین اما در کجا بود جا داده شده این در طرز العمل های شما؟ برا نداره. لایحه است. پس فرقش در چی است؟ لایحه است، بیشتر گفتم. خب وقتی در جمع طرز العمل است فرقش همیشه شما بگید. ما بیشتر اشاره کردم که ما یکی لایحه داریم، یکی طرز العمل داریم، یکی راهنمود داریم. لایحه ای است که ما به شکل عمومی بندارا به شکل بس فصل به فصل داخل میکنیم که او را رب بک یک مورد دیگه رب میداشه باشه دمو کسایی که ما رویش لایحه را تصویب میکنیم. طرز العمل شیوه اجراات است، اجراتی را که ما بالاخره باز ثابت میزدیم که به اثر اینی لایحه را که ما تصویب کردیم اینی طرز العملش است. باز پایین تر از این راهنمود است که ما به کارمندان خود میگیم شما چطور میتونین از این طرز العمل استفاده بکنین. این فرق دارن با یکی دیگه. اما عمومیات موارد عمومی به خاطر تنظیم اونمو کار ما بیشتر در چارچوب همین لایحه تنظیم میشه. همون طرز العمل را که شما اشاره میکنین که جا داده میشه در زیر لایحه و بعدش یعنی برای توضیحات بیشتر، اون در کجاست؟ خب در حالا بیشتر اگه شما باز برمیگردین برای طرز العمل تفتیش، طرز العمل تفتیش روی کار است امیر میگم. خب وقتی که طرز العمل ما جور میکنیم برای ابطال آرا، حالا ما چک لیست داریم. بله این چک لیست نه نزد شما است، ما در کمیسیون است که شما در اختیارتان قرار داره دیگه. خب بیرم میگین که این لایه است، طرز العمل گفتین 11 مورد است. بله. جمع 4 مورد دیگه. خب ما بیشتر اشاره کردیم که یک چک لیست داریم، یکی
طرز عمل برای رسیدگی به اون چک لیست است که خود چک لیست در کل جزء امی طرز عملی است که ما او را تصویب میکنیم. بنابراین یک چیزی که شما باید مغالطه نکنید که این است که حالا این چک لیست که امروز در 16 سوال مطرح شده در چارچوب اونمو موارد توافقنامه که بین دو کاندید محترم صورت گرفته او تصویب شده، اما ما به هر سوال از او باید جواب داشته باشیم که جواب از او جنبه تطبیقی داره که او میره باز به طرز عمل مشخص که امروز اشاره کردم که حالا سازمان ملل متحد طرز عمل نظریات دو کاندید محترم گرفتن. پاسخ را دریافتم آقای برمک. شما میگن که 16 مورد 11 جمع 4 مورد 5 جمع 5 جمع 5 که میشه 16 مورد طرز عمل برای ابطال آرا نزد کمیسیون وجود داره. میخوایم بگوین که این معیارها چه است و چه تفاوتی با کارشیوه یک سازمان ملل برتان مطرح کرده داره؟ خب در قسمت ابطال آرای را که ما 4 موردی را که در 11 سوال را که ما در مرحله دوم به تفتیش داشتیم که حالا اضافه شده بیشتر ما داشتیم که به طور مثال در اوراقی که تاپه نشده باشه که میره به ابطال، اوراقی که در اونجا مطابق با طرز عمل نشانی نشده باشه و در مثال یک نفر می امضا میکنه، یک نفر می شخص خودم میمونه، یک نفر می نشته میکنه زنده بود مرده بود، اینا نشته میکنه چیزا. اینا مواردی بود که ما در مرحله که ما به تفتیش در راوند دوم مواد فرستادیم اینا جزء موارد جدی بود که برای ابطال میرفتم چیز، یعنی این جزئیات کارشیوه شما این جزئیاتش بود. بله به طور مثال یعنی از همون جمله 11 مورد این جزئیات است یعنی طرز عمل بله. از کلیات. بله. اما اجازه بدین که من بر شما یک نکته را اشاره کنم. تمام مواردی را که شما جزئیات میگین در این لایحه که شما میگین کلیات از جا داده شده. در امو ماده ششم در بخش بش نوشته است اوراق رایدی غیر معتبر. اول ورق رایدی که در آن قصد رایدنده مشخص نباشند که شما اشاره کردین، یک ورق رایدی که مهر رسمی کمیسیون را نداشته باشد، دو ورق رایدی که هویت رایدنده را مشخص نسازد، سه ورق رایدی که در آن تحریر اضافی و یا امضا شده باشد، چهار دو مورد دیگه هم از تمام مورد را که شما اشاره کردین در این وجود داره. پس جزئیات چی است؟ خب این طرز عمل است، این قانون ما باید به این شکل عیار شیم. وقتی که ما در لایحه ببینین شما خلط میکنین آقای برمک، شما در اول گفتین که این لایحه است، تحت چارچوب ازی شما طرز عمل را در 11 مورد شکل دادین. وقتی من پرسیدم که جزئیات را بگوین شما مورد را اشاره کردین که در این 6 مورد جا داده شده. خیر است، شما وقتی که طرز عمل بر ما اجازه بدین که من براتون ببینم، من براتون واضح میسازم که شما صفحه اول شما بر ما بدین. خب ببینید در اینجا از شما از بالا وقتی که شروع میکنین اساس تمام موارد ما را که مبنای از این لایحه به اساس نه من لایحه را براتون گفتم من که لایحه در مورد شمارش آرا است. دقیقاً او بندی را که مشخصا ماده ششم است در مورد ابطال آرا است، دیگرش در مورد بازرسی آرا است. وقتی که شما شمارش آرا با تفتیش فرق میکنه، وقتی که شما من نگفتم جزء موارد است، شما بیاین بحث تفتیش را توضیح بدین. من پرسیدم که طرز العمل جزئیاتش که 11 مورد است چی است؟ شما گفتین که شما به جزئیات رفتین، اما اون جزئیات کلش در لایحه است، گفتین تحت چارچوب ازی شکل گرفته. پس فرق بین لایحه ای که شما میگین لایحه است و طرز العمل که شما میگین در 11 مورد است وجود نداره. ما اجازه بدین اینمی لایحه را که شما میبینین تاریخش اونجا متوجه باشین که شاید از شاید به این راوند را که ما در این مرحله استفاده کردیم شاید مربوط این مرحله دوم نباشه. ما به راوند دوم حالا هر چی است، اگر تاریخش هم گذشته مربوط شما میشه، مربوط کمکاری شما. وبسایت کمیسیون وقتی شما مراجعه بکنید این لایحه ها تغییر میکنه برای دور دوم. روی چه مورده؟ چرا باید تغییر کنه؟ خب شرایط فرق وقتی که ما انتخابات میکنیم مثلا چه فرق کردن از بعد به گذشته؟ در کدام این البته مثال ما میریم به راوند دوم. در راوند دوم ما با قضایای مختلف برای کیسای مختلف ما وقتی که مواجه میشیم مجبور هستیم که یا مواجه شده وقتی که مواجه میشده باشیم او را ما در مرحله دوم با تغییرش میتیم که ما وقتی که بچونیم موارد کارمندای ما آقای برمک میخوام بدانم که شما چطور احساس میکنین که در دور اول انتخابات با یک نوع برخورد یا با یک نوع چالش شما مواجه میشین در دور دوم دیگر نوع باز طرز عمل های شما نسبت به دور اول تغییر میکنه؟ این را توضیح بدید. کار کمیسیون مستقل انتخابات
نهاد اصل برگزار کننده انتخابات است. اداره، نظارت و تنظیم انتخابات جز سلطه ماست. وقتی که ما در یک مرحله، بطور مثال در مرحله اول ما به مورد برخوردیم که در یک محل، در یک محل وقتی که ما تفتیش کردیم در اونجا یک فرم نتیجه برای ما آمده بود که در اونجا نشته شده بود که 500 رای. بطور مثال وقتی که به صندوق مراجعه شده اونجا چیزی وجود نداشته. خب حالا ما کمیسیون تدابیر خود بر راوند دیگه داشته باشه یا خیر؟ دقیقا که باید داشته باشه. همین داستان در هر دو انتخابات ممکن تکرار شود و یعنی یک قسم باشه. چطور در دور اول یک طرز عمل میگن دارین که میگن ممکن از گذشته باشه، در دور بعدی طرز عمل دیگه باید داشته باشه؟ خب در کل طرز عمل های ما لوایح تغییر نکرده. خب این هم تغییر نکرده. طرز عمل ها بیشتر ببینین ما بیشتر اشاره کردیم که لوایحی جزء اونمو موارد عمومی است که ما میگنجانیم، اما جزئیات عملی داخل طرز عمل ها میشه. حالا آقای برمک مشکل در کجاست؟ من از شما پرسیدم که این چی است؟ گفتین لایه است، همون عمومیات. بعد گفتم جزئیات طرز عمل یا کارشیوه ابطال را بگوین. شما دقیق چیزهایی را گفتین که اینجا در لایه ذکر شد. فرق نمیکنه که خب همین لایحه را ما برامون جور میکنیم که وقتی که ما اونجا پس تفاوت نداره. شما در اول گفتین که لایحه با طرز عمل تفاوت داره، بعد گفتی خود شما از لحاظ قانونی تفاوت داره، اما اینکه شما اینکه خب شما از اینجا گرفتین اونجا جا دادین اسمش را گذاشتین طرز عمل. ما در لایحه مثال میاریم در ابطال آرا. شما اگه مراجعه بکنین مواردی است که هم در قانون انتخابات است و هم در لایحه ماست. این به مفهوم از این نیست که حالا در قانون است ما چرا این در لایحه آوردیم. نه، بحث جزئیات و کلیات است. بس آقای برمک، بحث جزئیات و کلیات است. من دقیق از شما پرسیدم، گفتم جزئیات طرز العمل یا کارشیوه ابطال را بگین، گفت شما گفتین 16 مورد است. وقتی پرسیدم شما شماره‌وار چیزهایی را گفتین که در اینجا ذکر شده، اینجا 6 مورد گفته شده. خب من بیشتر اشاره کردم، ما شما گفتین چند مورد. نه خب اینجا شما جزئیات میگین، اینجا در کلیات تانم جزئیات ذکر شده. خب فرق نمیکنه، هدف من اجازه بدین که منتها روشی که وقتی که ترینرهای ما شروع میکنن در مرحله که باید آرا را ابطال بکنن، درست در اون مرحله ببینید در اون مرحله است که اونجا باز طرز عمل به کار میاد. آرا مثال به طور مثال ما میاریم که مارکینگ مشابه، یعنی امو تک مارک مشابه را. خب در تک مارک مشابه یک سوال است مطرح شده بود، در لایحه هم آوردیم، شاید در لایحه هم باشه، در پروسیجر هم باشه، اما ولیو یا قیمتی را که ما در طرز عمل برش میگذاریم ما در لایحه نمیتونیم بر ازو بگیم که چند فیصد آرا وقتی که مارک مشابه می داشته باشه باز بره به ابطال. اما عین سوال میتونیم دوباره تکرارش بکنیم در طرز عمل و در طرز عمل اجازه بدین که وقتی شما اجازه بدید که ما توضیحات براتون بدم. وقتی شما میخواین که خوب آگاه بسازین از موارد حقوقی که ما براتون میخوایم توضیح بکنیم که لایحه چی از طرز عمل که باز براتون واضح شه. اگر شما صحبت ما رو قطع کنیم باز شما نمیتونین با ما صحبت کنیم. شما تفاوت نخواست ایجاد شده، گفتین که تفاوت داره. حالا میگن خب اشکال نداره که بعضی موارد را اشاره کنیم. خب شما پاسخ دادین. اگر موارد دیگر را اشاره کنیم که چه تفاوت‌های وجود داره میان کارشیوه که شما دارین برای ابطال رایدی ابطال آرا و سازمان ملل پیشنهاد کرده، تفاوتش را بگوین. خب من پیشتر اشاره کردم که ما در چک لیست که 16 مورد داره که از طرف سازمان ملل متحد به نیز یک پروپوزال برای ما فرستاده شد، در اون توافق نامه گفتن که یکی از طرف ها بیشتر که طرف دکتر اشرف غنی هستن، اونا میگن که شما مطابق با این طرز عمل که شما قبلا داشتین مطابق با او اجراتتان بکنین، اما او طرز عمل ما جوابگوی 16 مورد نیست. او طرز عمل صرف جوابگوی 11 مورد است که ما از قبل اونمو طرز عمل دونمو 11 مورد او را ما تصویب کرده بودیم. حالا بقیه مانده 5 مورد جدی دیگه که میپذیرین که طرز عمل شما با این حسابی که شما میکنین ناقص داشته؟ با کدام حساب؟ شما میگین که جوابگوی همه موارد نبوده طرز عمل. 5 مورد اضافه شده. یعنی خب ناقص بوده که 5 مورد اضافه شده تکمیل شده. نه من میگم شما دیگه طرف میریم، ما میگیم که ما 11 مورد داشتیم، 11 کریتریا، 11 شرایط. شما گفتین که جوابگو نبودن برای چک لیست، نه جوابگو نیست. خب دقیق من میرا پرسیدم که پس نقص داشتن. خب که 5 مورد دیگه اضافه کردین تکمیل شوه و جوابگو شوه. شما دیگه طرف روان هستین.
ما 11 مورد داشتیم درست؟ بله 11 شاخصه داشتیم پاسخگو بوده؟ 11 شاخصه ما 4 مورد ابطال داشتیم درست؟ حالا 16 شاخصه شده 5 شاخصه دیگه هم اضافه شده برای 11 مورد چرا اضافه شده؟ خب کاندیدای محترم بین خود توافق کردن ملل متحد بر ما پیشنهاد کرده من دقیق این پرسیدم اجازه بتین نه طرز العمل شما مشکل نداشته بله. نامزدان به خاطر ادمینان خود 5 مورد دیگر هم ارائه کردن شما پذیرفتین به خاطر جدی شدن تفتیش به خاطر جدی بودنشان در روند تفتیش که بتانن آرای پاک از ناپاک جدا بسازن اینا ملل متحد 5 مورد دیگر هم اضافه کردن در پالی 11 موردی که از قبل وجود داشت که کمیسیون را تصویب کرده بود اجازه بتین حالا برای 11 مورد ما 4 مورد ابطال داریم درست بقیه مانده این 4 مورد این 5 موردی که 5 شاخصه دیگه که اضافه شده ما برای این هیچ نوع مورد ابطال نداشتیم ما مجبور هستیم که برای این 5 برای 5 مورد سوالاتی که اونجا شده ما برای سوالات باید جواب بدیم از لحاظ تکنیکی که اون سوالاتی که ما وقتی جواب میدیم اون میشه طرز العمل درست حالا ملل متحد برامی 5 مورد در مجموع امی 16 شاخصه را مورد مطالعه قرار دادن اونا یک طرز العمل نو بر ما فرستادن که شما بعد از این برینی 11 مورد برامی 16 مورد از این طرز العمل استفاده بکنین که دو کاندید محترم با این توافق داره اجازه بدین توافق داره و در این معیارهای بین المللی هم در نظر گرفته شده درست امروز پروپوزال برای ما فرستاده شده میشه اشاره کنین که طرز العمل یا کارشیوه سازمان ملل چند مورد بود که بر شما پیشنهاد شد؟ خب اما موارد جدیش تقریبا 4-5 مورد است در بخش ابطال نه در مجموع در مجموع ما دو چی داشتیم اونا دو طرز العمل بر ما را کردن یکی برای بازشماری نه ما بحث میکنیم روی ابطال آرا کارشیوه ابطال آرا چند مورد بود؟ خب در مجموع جزئیات شما می لحظه به یاد ندارم اما موارد بسیار عمده اختلافیش که ما به فکر معمی لازم میه اون مواردی است که امو مسئله لست رای دهندگان لست اشتراک کننده است که موارد اختلافیشان بود در بین دو صداد محترم و امو تکمارکای مشابه که در این تکمارکای مشابه سوال است اما قیمت را که باید اینا میگذاشتن که در صورتی که در یک صندوق چند مارک مشابه وقتی که پیدا میشه بالاتر از او باید بره به ابطال خیلی حالا نسبتا واضح اگر حرف بزنیم آقای برمک من براتون میگم که طرز العمل که سازمان ملل پیشنهاد کرده در حدود 8 مورد است و شما گفتین که از شما 16 مورد است 4 مورد 11 گفتین بعد گفتین 11 جمع 4 مورد ابطال است او 16 در 4 مورد ابطال بله اون در مورد بازرسی خب 4 از ماست 4 اینا اضافه کردن 4 اضافه کردن نشدن یعنی در امانگی با شما این طرز العمل را سازمان ملل تهیه کرده دقیقاً اینطور از امانگی ما طرز العمل های قبلی هم داریم در سیستم گنا رفتن اون را مطالعه کردن در عین زمان هر دو ستاد محترم نسبت به می 16 مورد یا 16 سوالی که مطرح شده اینا نظریات خودان را به ملل متحد فرستادن و ملل متحد هر دو طرف نظریاتشان را تدوین کرده در یک پروپوزال مشخص اونا بر ما فرستادن که کمیسیون را تصویب بکنه کاری را که امروز ما انجام دادیم او این بود که ما نماینده ملل متحد خواستیم و ازشان خواستیم که سند برای ما رسمی روان بکنن و در صورتی که اگر دو ستاد محترم موافق نباشه ملل متحد موقف جدی خود را باید اعلان بکنه شما پیشتر کم بحث را خلط کردین 11 مورد اون بازشماری آرا بود شما تاکید داشتین چون ما بحث ما روی ابطال آرا بود حالا مشخص شد که طرز العمل شما 4 مورد است در مورد ابطال آرا و میگن که 4 مورد از سازمان ملل و سازمان ملل هم که فرستاده 8 مورد است این ترکیب شما خلط کردین شما خلط کردین شما بیشتر بحث بازشماری آرا را مطرح کردین ما تاکیدی که داشتم از اول شما باز میتونین تکرار برنامه را ببینین که تاکید داشتم روی ابطال آرا شما بازشماری را میگفتین خب مشکلی است وقتی که شما چک لیست با طرز العمل خلط میکنین وقتی ما میگیم 16 مورد جزء شاخصه است برای چی
برای تفتیش، پروسه تفتیش. من تاکید کردم آقای برمک که آنچه را که من برای شما به خانش گرفتم و بحث را که آغاز کردم روی ابطال آرا بود، نه بازرسی آرا، تفتیش آرا. شما تاکید داشتین که 16 مورد بازرسی آرا. من تاکید داشتم که در ماده ششم شما آمده 6 مورد برای ابطال آرا. شما میگین نه 16 مورد. حالا میگین 4 مورد ابطال آرا که واضح شد. طرز العمل از من پیشتر براتون اشاره کردم که 11 مورد 11 شاخصه داشتیم در چک لیست قبلی خود، بر 11 شاخصه ما 4 مورد ابطال داشتیم در طرز العمل خود. یاد بتین حالا گفتم 5 مورد دیگه مورد شاخصه های پیشنهادی ملل متحد بود که ما برزی طرز العمل نداشتیم، که ما از هر دو ستاد خواستیم که برزی 5 مورد، اگر در صورتی که اورام، اگر در صورتی که کاندیدای محترم برامی 4 مورد ابطالی را که ما در طرز العمل خود داشتیم اونا موافقت داشته باشند، بنا اینا برای 5 مورد دیگه برای ما بگن که حالا او 4 مورد جز 4 مورد را که ملل متحد پیشنهاد کرده این شده، او 8 مورد است که شما پیشتر برای اشاره کردین که میارای شما هم شاملش است. شما چک لیست با طرز عمل خلط میکردین. نه من پرسیدم ابطال آرا، شما جواب دادین بازرسی آرا. وقتی به میار بر طرز عمل های شما مشاوره کردم، شما تاکید داشتین روی بازشماری آرا. بس چیزی را که ما مطرح میکنیم در مورد اختلاف نامزدها روی میاراست. شما مشخص کردین که در مورد ابطال آرا 4 مورد طرز عمل داشتین، به سازمان ملل پیشنهاد کردین، او هم طرز عمل های خود را جمع کردن، 8 مورد شد. میخوام اختلاف نامزدان را بدانم که شما مشترکاً حتما کار میکردین، اختلاف اونا روی چی بوده؟ خب اختلافشان مربوط به ما نمیشه، اختلافشان مربوط به خودشان میشه. روی هر مورد را که اونا توافق کردن کمیسیون مستقل انتخابات را ما باز تصویب میکنیم، انشاءالله باز روی از امو پروسیار پیش میریم. موارد اختلافشان مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمیشه. شما در بحث ها مشترک نیست؟ ما صرف یک روز یک بحث مشترک داشتیم، اما بعدها ما از هر دو ستاد خواستیم که اونا همونطور که با درمیانی ملل متحد با کمیسیون پیش آمدن، باید از طریق ملل متحد امو نقاط اختلافی خودانا با ملل متحد شریک بسازن و از طریق ملل متحد موارد خودانا بیشتر شریک بسازن که ما بتونیم به نتیجه برسیم. آقای برمک، شما حالا میپذیرین که دیدگاه شما یا بهتر بگویم میارش های شما را برای کارشیوه ابطال آرا سازمان ملل در نظر گرفته. اینجا یکی از نامزدها گفتن که پیشنهادهای ما یا میارهای ما هم باید در نظر گرفته شود. یعنی کارشیوه به شما رسید، پیشنهاد نامزدان در نظر گرفته شد؟ خب من پیشتر اشاره کردم که اونا، من فکر میکنم که هر دو ستاد هنوز هم نظریات اختلافی خودان دارن نسبت به همی طرز العملی که ملل متحد روان کرده، اما ما از ملل متحد امروز خواستیم، بسیار جدی خواستیم که اونا مطابق به معیارا و طرز العملهایی که کمیسیون از قبل او را تصویب کرده کل از این روی میز خودان پرتن، بالاخره یک چیزی را تدوین بکنن که فردا باز امو شک کاندیدا یا بالاخره بی‌اعتمادی کاندیدا نسبت به این روند بیشتر نشه. اما در کل ملل متحد مسئولیت گرفته، امروز مسئولیت گرفتن که تا پایان امروز نظریاتشان میگیرن، بالاخره موافقه هر دو ستاد با خود میداشته باشن که فردا ما در طرز العملی که به شما فرستاده شده دریافت شما چی است که میارهایی را که طرف ها مخصوصا ستاد انتخاباتی آقای عبدالله این اداره میکنن که پیشنهادشان در نظر گرفته شده؟ خب من فکر میکنم که حالا امو مواردی را که اونا پیشنهاد کردن به ملل متحد، این مسئولیت ملل متحد است که باید بیشتر اون نظریات از اونا را اونا در امو معیارهای بین المللی که تعهد شده در امو روزی که اینا توافق کردن، در امو روز که توافق صورت گرفته، این معیارها را باید اونا تدوین بکنن، باز با کمیسیون مستقل انتخابات روان بکنن با تقدیر که ما او را باز تصویب میکنیم. باز شاید ما هم نظریات خود داشته باشیم نسبت به امی طرز العملی را که ملل متحد حالا تدوین کرده. در صورتی که چرا؟ خب در صورتی که ما متوجه شویم که اینمی طرز عمل در مطابقت به قانون یا در مطابقت به میچکلستی را که حالا هر دو ستاد او را توافق کردن، کدام جایی اگر کدام نظر تکنیکی ما داشته باشیم این ساحه برای ما باز است و ما میتونیم با ملل متحد را دوباره شریک کنیم. حالا زمانی که میارهای شما برای ابطال آرا را سازمان ملل در نظر گرفته، باز هم میخواین این را دوباره بررسی کنین که اشکال نداشته باشه؟ بله، این صلاحیت کمیسیون است و کمیسیون این فضا را، این حالت به خود نگاه میکنه و به مفهوم از این نیست که حالا هر چیزی را که ملل متحد بفرسته ما او را تصویب بکنیم. در صورتی که طرز العملشان جوابگوی چکلست یا امو سوالاتی را که در چکلست مطرح شده جوابگوی از اونا باشه، دقیقا ما او را میپذیریم، تصویبشان خواهد کردیم. اگر در صورتی که
اشکال تکنیکی داشته باشه که اونجا ما تیم تکنیکی داریم، نظریات از اونا باشه که در اینجا اشکال است. تقریبا ما در مورد در مورد کارشیوه دو طرف مطرح است، شما و سازمان ملل نظر و گزارشایی که امروز رسید، چون حالا اونچرا که سازمان ملل ادعا میکنه است که دو طرف به توافق نرسیدن و کارشیوه فرستاده شد به شما، ما فرایند را اگر بس کنیم، نظر به می طرز العمل یا کارشیوه شما پیش برین آرا را باطل کنین، نامزدا اگر اشکال پیدا کنن بعد مشکل خلق نخواهد کرد؟ خب این مشکل برمیگرده به اون توافقنامه‌ای که در روز اول صورت گرفته که حالا هر دو ستاد بالای ملل متحد اعتماد کردن و ملل متحد پایش را آوردن داخل صحنه و حالا چیزی را که ملل متحد میگه باید در دو ستاد محترم او را بپذیره و ما امروز بحثی را که با ملل متحد داشتیم، یکی از خواستای جدی ما با ملل متحد همی بود که بالاخره در نهایت اونا تلاش بکنن که موافقت هر دو طرف داشته باشن و در صورتی که چنین آلات اجازه بدین، خب شما گفتین که کمیسیون صلاحیت داره، پرسش خیلی مهم است چون دوباره به بنبست مواجه نشه روند، گفتین که کمیسیون صلاحیت داره اگر بار دیگه سازمان ملل نتونه توافق هر دو طرف را بگیره و کارشیوه را بفرسته، اول شما آغاز به کار میکنین یا نه؟ دوم اگر کنین روند به بنبست مواجه شوه یک طرف نپذیره چه؟ خب مسئولیت برمیگرده به ملل متحد، وقتی که ملل متحد رسما بر ما یک طرز العمل را که امروز فرستاده ما را گفتیم که رسمی بر ما بفرستن، در صورتی که توافق هر دو طرف ملل متحد نداشته باشه و اونا به اساس اون معیارا و قانون انتخابات که در اختیارشان قرار گرفته اگر مطابق از او عمل بکنن و او را برای ما رسما روان بکنن، دقیقاً ما مطابق از او عمل میکنیم. یعنی اگر مشکل پیش میاد شما مسئولیت ندارین، سازمان ملل مسئولیت. دقیقاً. در مورد ادعایی را که یا خواستی را که در مورد کارشیوه ابطال آرا ستاد انتخاباتی آقای عبدالله داشتن، گفتن که شما را یعنی بیشتر نمیخواین دخیل بدانن، میخواین نقش کلیدی را سازمان ملل داشته باشن، پاسختان چیست؟ خب نگرانی هایی را که در گذشته ستاد دکتر شب عبدالله داشتن، ما بالاخره تلاش کرده، آخرین تلاش ها صورت گرفت که امون ما به نگرانی های ستاد محترم دکتر شب عبدالله پاسخ بدهیم که در بسیاری موارد ما پاسخ هم دادیم، در بسیاری موارد پاسخ هایی که ما داده موارد قناعت از اونا واقع نشد، اما در مجموع یک حالت بیعتمادی ایجاد شد که بالاخره یک چیز یک موارد دیگه پیش آمد که حالا او این چارچوب تکنیکی را هم که شما امروز میبینین و ما او را انجام میتیم، یه هم بالاخره یک چارچوب توافق شده سیاسی است، یک چارچوب حقوقی نیست. بالاخره یعنی بحث تکنیکی هم چارچوبش بیشتر سیاسی است. دقیقاً نمی موارد که امروز ما 100 فیصد آرا را وقتی که ما تفتیش میکنیم در قانون انتخابات چنین چیزی پیش بینی نشده و در قانون انتخابات چنین چیزی دیگه هم پیش بینی نشده که اگر در صورتی که ما به بحران انتخابات میره به بحران، یک طرف بایکات میکنه، یک طرف روابط خود قطع میکنه، باز اونا وقتی که تقاضا میکنن که 100 فیصد آرا باید تفتیش شه، باز قانون حکم کنه که شما تفتیش بکنه. حالا چنین چیز بر ستاد انتخاباتی آقای عبدالله پاسخ بدین، میگن که سازمان ملل نقش کلیدی داشته باشه چون بالای کمیشنرها در کل کمیسیون اعتماد نداره. خب یک چیز متوجه باشین که مردم افغانستان هم بدانن که اتهامات را که نسبت به کمیشنرها وارد میشن اتهامات به مورد است بیشتر، بخاطر از اینکه حالا کمیشنر تقلب نکرده، کمیشنر سعی که در رهبری قرار داره و ما یک تیم ایجاد کردیم که تیم باید انتخابات عملیات انتخابات باید پیش میبرد، ما اعتماد کردیم به افراد. حالا وقتی که افراد رفتن خرابی کردن، خب حالا امروزی پاکاری که صورت میگیره، خب نتیجه اموز دیگه که ما نگفتیم که ما از کدام کارمند متقلب خود یک از کارمند پاکاری هدفتان است. اجازه بدین از یک کارمند که مشخصا پاکاری چی؟ خب یعنی تفتیش کالا صورت تفتیش آرا را شما انجام نمیتین، یعنی هدف ما که شما تصمیم نگرفتین که این کار را انجام بدین، البته انجام میتین. حالا وقتی که مسئلات سیاسی و یک چارچوب تکنیکی توافق صورت گرفت، بالاخره دمو تو چارچوب، وقتی شما اون چارچوب مطالعه میکنین مطالعه بکنین، اون چارچوب دوباره به کمیسیون یه اعتبار و اعتماد داده شده که کمیسیون باید کار بکنه. باجی که اجازه بده آقای برمک با معذرت، شما میگین که عمو خرابیایی که شده، حالا پاکاری یک صورت میگیره
شما گفتین که در جبران به او است، در حالی که این تصمیم را شما نگرفتین که بازرسی آرا را 100 درصدش را شما انجام بدین، سه طرف آمدن، آقای جانکری دو نامزد توافق کردن، شما انجام میتین؟ خب یک چیز فراقانونی است دیگه، و شما خاطر مملکت ما این کارا میکنیم، شما پذیرفتین فراقانونی، ما به خاطر افغانستان این کارا میکنیم. شما پس نهادی نیستین که چیزی که طرح میکنین انجام بدین، شما دستور میگیرین انجام میدین. خیر نه، حالا امین را پاسخ بدین که سه طرف آمد روی دو موضوع توافق کرد، بس تکنیکی را مطرح کردن، حالا شما انجامش میدین. اعتراض ببینید، ما انتخابات به یک بنبست سیاسی رفت، ما داخل یک بنبست کشور رفت به یک بنبست سیاسی، حالت افغانستان بحرانی تر شده میرفت و دقیقاً کشورهایی که در افغانستان امروز آمدن ما را کمک میکنن در اینجا هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ سیاسی، این مداخلهایشان نه تنها در این مرحله که در گذشته هم ای بوده و مداخلهایشان کارساز بوده، اما در این مرحله وقتی که آمدن دقیقاً که ما وقتی که این بنبست شکست ما از بنبست استقبال کردیم، اما در قانون اجازه بدین چیزی را که میخوایم مشخص حرف بزنین، بحثی است که شما ادعا پس نکنین که زمانی که تقلب شد کمیسیون تصمیم گرفته که تقلب ها را کارش را یعنی آرای پاک را از ناپاک جدا کنه، به می خاطرم شما روی دست گرفتین کار بازرسی 100 درصد آرا را، در حالی که این کار را یعنی این تصمیم را شما نگرفتین، این را میپذیرین؟ درست، اینجا ادعا بود، یک طرف ادعا کرده بود که در انتخابات تقلب شده، درست؟ اما موارد یا میکانیزمی که باید قانون برای ما اجازه میداد که ما به او ادعا رسیدگی بکنیم، چون این چیزی در قانون وجود نداشت و چون اسنادی هم وجود نداشت که ما برای او ادعا باید رسیدگی میکنیم، بالاخره این ادعاها به اندازه شدید شد، جدی شد که ما رفتیم به یک بنبست سیاسی بسیار کلان، به یک بحران رفتیم. پیش از اینکه این بحران جدیتر شود و کشور بره به یک حالت بدبختی دیگه، بالاخره سازمان ملل متحد، جامعه ایالات متحده آمریکا آمدن روی یک چارچوب فراقانونی. حالا اینجا مسائل حقوقی دیگه کار خودت زاده بود، اجازه بدین پیش از اینکه روند به بنبست بره و افراد وزیر خارجه آمریکا بیاد دو نامزد بیان توافق کنن، شما چرا به عنوان کمیسیون ادعای که صورت نگرفت جدی بررسی نکردین؟ حتی پیش از اینکه اونا تصمیم میگرفتن که آرا 100 درصد بررسی شوه یا بازرسی شوه، شما این کار انجام میدادن که اعتبارتان زیر سوال نمیاد؟ چنین چیز ادعا صورت نگرفته بود. این ادعا بارها ستاد انتخاباتی آقای عبدالله کمیسیون شما را بارها و بارها گفتن که اینا تقلب کردن. ما نگفتیم که ما را نگفتن، گفتن تقلب صورت گرفت. کمیسیون را گفتن سر بالای هر دو کمیسیون اصلا اعتماد نمیکنن، مقاطع کردن، شما شاید بودید. دقیقاً اینا رابطه خود قطع کردن، تعلیق کردن با دلیلش قطع بود. گفتن به تقلب ها رسید، تقلب شده، کمیسیون تقلب کردن، خب، قطع کردن رابطه. شما وقتی شما خودتان از قانون آگاهی دارین، وقتی شما حتی قانون انتخابات هم مطالبه کنین، در قانون آمده که رسیدگی به تقلبات کار کمیسیون انتخابات نیست. حالا ما بحث نهادهای برگزار کننده را مطرح میکنیم، طرف دعوای یک طرف بود. ما آخرین تلاش خود کردیم، ما خود ما هم در یک از مصاحبه خود واضح بیان کردیم که در افغانستان تقلب گسترده صورت گرفته، تقلب سیستماتیک، تقلب پروفشنال یا مسلکی صورت گرفته، اما میکانیزمایی را که ما در کار انداختیم ما پیدا نکردیم. پس این تقلب سیستماتیک را کی کردن؟ اجازه بدین، خب حالا کسایی که کردن اینا میگن که کمیسیون نکرده، کی کرده؟ خب نامزدا کسایی که دنمی ولایت بودن، طرفدار کاندیدا بودن، هر کاندیدی که بوده بالاخره تقلب نسبت به اون کاندید صورت گرفت. یعنی کارمند شما نکرده؟ خب کارمند ما کرده، حالا ما برش رسیدگی میکنیم. چون شما پیشتر گفتین که در نیافتین، نتونستین پیدا کنین که این تقلب سازمان یافته را کی کرده. خب هدف از این خب اگه کارمند کرده میکانیزم میشه، اجازه بدین میکانیزم میشه که ما تشخیص بکنیم پیدا بکنیم کی کرده را، باز بعدن پیدا میشه. وقتی که تقلب پیدا شد که حالا امروز شما ببینید که تفتیش 100 درصدی که صورت گرفته، حالا هر روز ببینید که یک مورد پیدا میشه دیگه، یعنی اینمی موارد دمو زمان همون میکانیزم میره که ما در کار انداختیم ایرا ما پیدا کردن نتونستیم. بعد در مثال ما یک بار تست کردیم در سیستم که ببینیم امی آرایی که یک نزل شیتا یا فرم نتایجی که برای ما رسیده بود 599 تا 600 ما یک بار چک کردیم در سرتاسر افغانستان، یک نمونه بود اصلا که دایی 599 600 ببینیم
کدام موارد بیشتر برملا میشه و ما به کدام موارد باید رسیدگی بکنیم. کی کار کردیم بان هم کدام موارد جدی برای ما پیدا نشد. تو تصمیم میره که کمیسیون گرفت، بالاخره کمیسیون تصمیم گرفت که بگذاره به کمیسیون شکایت انتخاباتی تا که اون تصفیه کاری یا فلتری را که قانون کمیسیون شکایت انتخاباتی را پیش بینی کرده اونا بیشتر فلتر بکنن و رسیدگی بکنن. در این جریان از طرف ستاد ناراضی دکتر شهاب عبدالله کمیسیون شکایت انتخاباتی هم اونا روابط کمیسیون شکایت انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی هم روابط خود قطع کردن. بله، این ما رفتیم به یک بنبست بسیار عمیق، به یک بنبست کلان و ما در یک بحران عمیق افغانستان داخل شد. چی بود آقای برمکی بود که پیش از اینکه بیاین مثلا قهرمان انتخابات افغانستان که بنبست را شکستان اسم آقای جانکری برده می شد، شما نهادها که بارها آقای عبدالله گفتن که رفتیم برشان که به خواستهایشان رسیده کنن نکردین و شما اجازه دادین که به نوعی حال مردم بگن که اعتبار شما رفته است. خب اگر به اعتمادی یا به اعتباری که حالا مدره است بیشتر، اگر باز این زیاد چه بالاخره اما نهاده که باید برای نمی انتخابات مشروعیت بتک کدام نهاد است؟ باز برمیگرده کمیسیون انتخابات. بالاخره کمیسیون انتخابات اینمی چارچوب حقوقی است که بالاخره امروز که آغاز کرده باید کار پایان بده. هیچ نهاد دیگه در افغانستان نمی دادن که افراد دیگر مداخله می کرد در کدام افراد؟ آقای جانکری تصمیم گرفتن میان سه نامزد که خب من پیشتر اشاره کردم که ما پیشتر اشاره کردم. باید بپذیرین دیگر که آمدن افراد مداخله. ما پذیرفتیم که وقتی که در کشور داشت به طرف یک باران بسیار جدی میرفت. پس این دم نگوین کار را که شما آغاز کردین میخواین مستقلانه تمامش کنین. خب ما خب یک کار مشترک از دیگه حالا کار ما نگفتیم که ما همه را کنار میگذاریم. این نمی پذیرین که کمیسیون رفته به آشیه؟ نخیر. خب این دلایل را مردم پیش میکنن که پیشتر اشاره کردیم که قابل تکرار هم نیست. خب ما منتظر نمی طرز العمل هستیم که در این طرز العمل ما خواستیم که نظریات هر دو ستاد محترم داشته باشیم تا اینکه اونا باز تشویش نداشته باشن که حالا ما وقتی که به طرف تفتیش میریم طرز العمل ابطال ما چی است. همین نکته، زمانی که شما منتظر نظریات نامزدان می باشین، منتظر نظریات سازمان ملل می باشین، منتظر نظریات آقای جانکری می باشین، باز میگن که شما رفتین باشه. اعتراض شما کارهای مشورتی را، کارهایی که ما در سطح تکنیکی انجام میدیم، او را هیچ وقت بسیار جنبه سیاسی یا شکل ندین که کمیسیون با شما بیشتر برای سوال خراب بتین. حالا کمیسیون چارچوبش مشخص است، قانون صلاحیت مشخص برای کمیسیون مستقل انتخابات داده و در اونجا تسجیل شده و ما مطابق به قانون مکلف هستیم کار خود انجام بدیم. حالا یک کار مشورتی است که ما بیشتر اشاره کردیم که حالا وقتی یک چارچوب فراقانونی را که 100% تفتیش 100% آراس، وقتی که او را ما میپذیریم، پذیرفتیم. چه دلایل پذیرفتین؟ به خاطر مصلحت اولیای کشور؟ به خاطر از این پریزیم که شما امروز آرام امروز اینجا نشستین و امروز از ما سوال بسیار چی میگن با مو فکر باز و آرام از ما سوال قربانی کردین. میخوایم موارد دیگر چون فرصت اندک است داشته باشیم که خیلی پرسش برانگیز هم هستن. در نوروز 1361 صندوق بازرسی شد، یعنی روند بازرسی که نوروز گذشت از او قرار بود روزانه 1000 صندوق بازرسی شود. چرا هنوز هم در نوروز تنها 1361 صندوق بازرسی شد؟ ما روزی که کار آغاز کردیم در روز امروز پنجشنبه که ما کار آغاز کردیم، شما من فکر می‌کنم رسانه شما هم شاهد صحنه بود که کمیسیون همو آمادگی لازم خواهد داشت، اما به خاطر عدم حضور ناظرین بین المللی و عدم موجودیت ناظرین کاندیدای محترم، ما کار خود از تیمای خرد آغاز کردیم. به مفهوم از این که ما به مو شکلی که ما پلان کرده بودیم گفتیم آیست آیسته بالا میریم. ما به این شکل پلان نکرده بودیم که یک بار ما 100 تیم در یک روز، وقتی که ما کنفرانس مطبوعاتی دادیم گفتیم ما 100 تیم آماده میسازیم، اما در استپا یا گامای مختلف. ما به یاد دارم در گفتگوهایی که با معاون کمیسیون شما داشتم، دو روز گذشته بود از روند بازرسی، اونا گفتن که فرداش یا پس فرداش این گروه ها را به 100 نفری میرسانند.
تا حالا که نوروزم مگذره نشد؟ خب همی حالا ما امروز هم ما صد تیم کاری به کمیسیون موجود بود، روز جمعه هم بود، صد تیم کاری را ما ایجاد کردیم. نه ناظر بین ملی وجود داشت، نه کاندیدای محترم در مجموع آماده ازی بودن که برن اونجا حضور پیدا بکنن. از شما امروز صد تیم کاری؟ بله. چند صندوق بازرسی شد؟ خب صد تیم کاری را که ما ایجاد کردیم، وقتی که یک تیم میاد، یک ستاد محترم ناظرش میاد میبینه که اینجا ناظر بین‌المللی وجود نداره، میگه تا که ناظر بین‌المللی اینجا وجود نداشته باشه ما در این میز اشتراک نمیکنیم. اینجا این ضعف برمیگرده به کی؟ خب ضعف برمیگرده به حضور فعال غیر فعال نهادهایی که امروز با ما آمدن کار میکنن مشترکن. وقتی که یعنی زمانی که ناظر بین‌المللی نمیایه روی بالای صندوق حضور پیدا نمیکنه، اونا متحد نیستن با آنچه قسمش را گذاشتن نظارت. دقیقاً که بانه پیدا میشه برای ناظرین کاندیدا متحد نیستن که بیان اونجا اشتراک بکنن. یعنی نامزدان هم ناظرینشان مشکل دارن. دقیقا به صورت مکمل اشتراک نمیکنن. در مورد میارها در نوروز که اشاره کردیم 1361 صندوق بازرسی شده، آیا آرا باطل شده یا نه؟ اگر نشده باز به چی میار اینا را باطل میکنن؟ خب باز برمیگردی خودت به اون سوالی که باید بر خود باز توضیح بدم که 9361 صندوق بازرسی شده، میخوام بدانم که آرا باطل شده یا نشده، و اگر شده به کدام میار، اگر نشده منتظر همین طرز عمل است. این 9000 از کجا گرفته این آمار؟ چنین چیزی کمیسیون شما در نوروز همین گزارش 1000 با معذرت 1361 در نوروز ما تا پایان امروز بیشتر از 1600 محل همکارای ما تفتیش کردن و در 1600 محل ما مطابق با چکلیست یا 16 شاخصه ای را که ما از قبل یا 16 سوالی که از قبل بین دو کاندید محترم تصویب شده بود اما طرز عملش تصویب نشده بود، اونا کار خودن پیش بردن و اونمو سوالاتی را که اونجا مطرح شده مطابق با اون سوالات اونا جواب خودن را کردن. حالا وقتی که طرز عمل ابطال تصویب میشه ما یک دیتابیس داریم و تمام همین پرسشنامه هایی که وجود سوالات جواب داده شده 16 مورد باز چرا اشاره میکنین؟ تا الان اون کارشیوه ابطال تصویب یا امضا نشد. خب ما فکر میکنیم که ما خود یک مشکل تکنیکی زبان تکنیکی داریم. ما بیشتر اشاره کردیم که 16 مورد برای باز شماری است. خیر نه، 16 مورد برای تفتیش است. بازشماری و تفتیش من فکر میکنم که شما مشکل با کلمات دارین وجود ندارم. ما بس ابطال و بازشماری نمیگیم. نه در بعد تکنیکی بازشماری یک بازرسی با معذرت. دقیقا بله. بازشماری یک مورد است، تفتیش دیگه مورد بازرسی به بله. خب حالا بازرسی که شما یاد میکنین، تفتیش یاد میکنین، تفتیش بازرسی که فرق نداره. از دید ما بیشتر اشاره کردم که ما یک چکلیست داریم که او را میتونیم برش بگیم پرسشنامه، ساده برتان بگیم. یکی طرز عمل داریم که برای این سوالات باید چطور جواب داده شه. چطور اگه میگم من دو مثال برتون میزنم، حالا آوردن که تک مارک مشابه اگر دنیم صندوق وقتی که اینا وقتی که پرسشنامه وجود داشته باشه درست کارمند ما نشته میکنه که دینمی صندوق 100 برگه رایدهی تک مارک مشابه داشت. این کار خودم میکنه مطابق با همین پرسشنامه که از قبل تصویب شده. اجازه بتین دیگه ای دیگه به طرز عمل رب نداره. اگر طرز عمل باشه همونجا کار مشخص میشه، اگر نباشه کار ما رو نمیتونه متوقف بسازه. درست اینا کار خودن میکنن. وقتی که طرز عمل تصویب شد بعد به اساس از این کار اجازه بده. در طرز عمل چی میه؟ در طرز عمل میه که میگن اگر از 100 برگه رایدهی بالا در یک صندوق مارک مشابه می داشته باشه بلان میره به ابطال. این موارد عملیش است که ما بعداً در دیتابیس خود تمام اینمی پرسشنامه‌ای که حالا ما امروز 1600 محل وقتی که ما تفتیش کردیم 1600 پرسشنامه میره به دفتر حقوقی ما و اونجا ما دیتابیس داریم و تمام این سوالات اونجا میرسه. وقتی که اونجا رسید اونا ثبت دیتابیس میکنن با طرز عمل بالاجی تطبیق بله. میشه. حالا منتظر کارشیوه ابطال آرا میمونه، اونا کارهای خود را انجام دادن، طرز عمل که نه. یا کارشیوه که تصویب شد یا امضا شد با آرا باطل میشه. میخوام در مورد اعتبار کمیسیون باز هم حرفی داشته باشیم، خیلی کوتاه اشاره کنین که حالا گذشته از نامزدان، حالا افرادی که در مقام های بلند حکومت هم هستن میگن که کمیسیون اعتبار خود را از دست داده. شما حرفای
آقای اسپنتا را نسبتاً شنیدین، اونا گفتن که در نزد بسیاری از مردم چنین تصور است که کمیسیون اعتبار خود را اساس داره. خب ما به نظر مردم احترام میگذاریم، چون مردم بالاخره جز اینمی دموکراسی ناپای افغانستان اینمی مردم است، این مردم است که دموکراسی را امروز تمثیل میکنن و هر کمی کاستی را که ما داشتیم یا حالا داریم بالاخره دینمی افغانستان داریم، دینمی حالت داریم که اگر مردم از نسبت به ما انتقاد میکنن بالاخره حقشان است. ما هم میتونیم که یک مقام حکومتی میای این گونه انتقاد میکنه چه؟ خب حالا اونا هم حق دارن که انتقاد بکنن، ما هم انتقادشان رو میپذیریم. اگر فردا باز کارهای خوب ما را دیدن ان شاء الله اونا باز دوباره اجازه بدن، میگن که اعتبار شما اجازه بدن پس از دور دوم انتخابات نزد بسیاری از مردم از بین رفت. ما امیدوارم بعضی از اراکین دولتی که نسبت به کمیسیون نظر به مو علایق سیاسی که دارن به اعتماد هستن ان شاء الله وقتی که باز ما کارهای خوب کمیسیون هم دیدن دوباره این اعتمادشان اعاده میشه. دوباره اسپنتا نظر به علایق خود این حرف را مطرح کرد. خب من اشاره کردم که حالا ما در چارچوب کمیسیون مکلف برای برگزاری حالا تفتیش 100% آراستیم. امروز سوالاتی که نسبت به کمیسیون مدرس من مطمئن هستم که بعد از تفتیش 100% آرا مردم افغانستان نسبت به کمیسیون قضاوت خواهد کرد، نه افراد. او زمانی است که باش مردم قضاوت میکنه که کمیسیون کار خراب کرده یا کمیسیون کار یا خوب کرده. ما نمیگیم که از کارکردهایی که صورت گرفته ما از او دفاع بکنیم. حالا مشکلات وجود داشته، نارسایی ها بوده، آسیبای به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده، اما فراموش نکنین که اینمی نهادهای دموکراتیک هستند که دموکراسی را به پختگی میرسانند. اگر مردم با نسبت به نهادهاشان احترام نگذارن و حالا عکس مسئله مطرح میشه، میگن همین نهادهای دموکراتیک بوده که دموکراسی را صدمه زده. حالا این ندارم که یکی از مقام های حکومت میکنن، میشه این گونه تصور کرد؟ خب ما باور ما ای از در مجموع ما با این نیت ما یا باور ما ای بوده که ما بتانیم در افغانستان یک انتخابات خوب و سرتاسری را و مردم افغانستان دنیمی شرایط جنگی دنیمی شرایط جنگی برگزار بکنیم. حالا این مشکلاتی که پیش آمده همشان درک میکنن که این مشکلات ناشی از چی بوده و آسیبایی که به کمیسیون رسیده ناشی از چی بوده. خیلی سپاس. بسیار تشکر از زورتان دارید. خیلی سپاس. همچنان از شما بیندازیست تا برنامه دیگر و فرصت دیگر. شب خوش. خدا نگهدار.